واریز بشه. سلام خواستم. سلام خواستم. اجازه بدین اجازه اول نکش، من خودم جمع. نه نه من جمع میکنم، شما زنگ بزن هماهنگ کنم برم تو. خانم ببخشید، ولی خواستم میخوام خدمتتون. بله بله الان میخوام. بفرمایید. اجازه بدین. بله. سلام. سلام. فکر نمی‌کردم به این زودی به نتیجه برسی. حساب کتابای سازمان ملل که نیست. یه سری اعداد و ارقام اینطورن که بیشتر چون خودم در جریان بودم. خب. خب. شما می‌دونستین این حساب دستکاری شده؟ معلومه. چرا بهم نگفتید؟ ازم نپرسیدی، وگرنه حتما بهت راستشو میگفتم. وقتی امین پدرم بودی حتما امین منم هستی. ولی خب همه چی رو که نمیشه به همه گفت. مثلا خودتو راجع به مشکلات شرکت به پدر زنت گفتی؟ نگفتم. چون اگه میگفتم با حال روز خودمو این شرکت دیگه پدر زنم نبود. منم اگر میگفتم دیگه این شرکت نبود. باید قیدشو میزدم. بیا با هم رو راست باشیم خانم دنیا. به هر حال من باید بدونم چرا این حساب دستکاری شده. شما خودتونم بهتر میدونی یه سری عدد و رقم تو این هستن که غیر واقعی هن. من نگران حال سهامدارام که خودم و خالم و پدر خانم هم جز بشون هستیم. ببین اگه بخوای مو رو از ماس بکشی بیرون بالاخره یه چیزی ازش میاد بیرون، ولی خب ممکنه اون موی خود شما باشه. میخواییم بگین که من مقصرم؟ من نمیخوام مو رو از ماس بکشم بیرون، دنبال مقصرم نمیگردم. ولی حالا که خودت میخوای بهت میگم، وقتی سرت گرم کار خودت و دنبال رسیدن به آرزوهات نباید هم بدونی. ولی اینو که دیگه باید بدونی، شرکتی که کارش وارداته همه حساب کتاباش بر اساس قراردادهایی که یه نفر اون بر میبنده. بعید میدونم که ندونی اون شخص خود منم. بله من همه امضاتون رو پای قراردادها دیدم. پس از همه چه خبر داشتم، حتی چیزایی که بابا بهت نگفته بود. خب البته حقم داشت، برای اینکه تو جزو یکی از سهامدارای شرکت بودی و ممکن بود نگران بشی. وقتی اصرار کردم بابا برای مریضیش بیاد آلمان، اون مجبور شد همه چی رو به تو بسپره. ببینم تو میدونی که مخارج بیمارستان بابا رو کی پرداخت کرده؟ آقای مفاخری به اندازه کافی پول تو حسابشون بود. اون فکر میکرد زود برمیگرده. حواله هایی که تو این مدت به حساب من ریختی معلومه. قراردادایی هم که من اون بربستم معلومه. ولی چیزی که تو بهش میگی دستکاری مخارج بیمارستانه. و چیزی که اصلا ازش خبر نداری، پولایی که من تو این دو ماه نزول کردم و اصلا برای خودم نیاوردم. چیکار میکردم؟ می نوشتم شرکتی که ماهیانه پول به سهامداراش میده نزول کرده. اگه تو این حساب کتابو دست بردم به خاطر این بود که اگه بازرسی اومد اینجا و خواست ببینه جلوش حساب کتابای یه شرکت ورشکسته نباشه تا پولم کنه، وگرنه همه چی میرفت تو هوا. شما بعد از قبل اینا رو به من میگفتید. با شرایط بابا اگه میگفتم موضوع اینجوری به نظرت چی میشد؟ همه سهامدارا به اضافه پدرزن تو جمع شدن اون پایین که ما پولمونو میخوایم. من که دخترشم امیدی به زنده موندنش ندارم. وای به حال اونا. پس حق دارم بیانو بخوان پولشونو پس بگیرن. کاری کردم که کم بوده بابا حس نشه. خب البته تو هم حق داری که حواست پرت باشه و کمتر به کار فکر کنی. یکی دوستم داشت و نگرانم بود و هر روز ساعت ها میمد دم محل کارم
منتظرم وای میستاد، هول هولکی کارامو میکردم تا برم پیشش. نگار جهانی درسته؟ فکر نمی کنم اسمشو بهتون گفته باشم. دیدی میگم حواست نیست؟ وقتی اسم پدر زنت که یکی از سهامدارای شرکت حبیب جهانی و تنها فرزندش نگارم چی معلومه؟ بله این وسط نامعلوم منم. نامعلوم وضعیت اون دختری که اومده دنبال من بریم تالار عروسی ببینیم. اونم عروسی که توی این بلا تکلیفی شرکت و حقوقم و خونه و چک خونه معلوم نیست انجامش یا نشه. تازه اگه باباشم بفهمه که گاوم دو قلو میزد خانوم. تو مشکلت عروسی و خرید خونه است که از قدیم گفتن جور میشه. منم که قرار نیست برم راجع به تو وضعیت شرکت برای اونا توضیح بدم تا بفهمن. برای شرکتم نگران نباش. وگرنه من خونم رو زیر قیمت به باد نمیدادم. مشکل فقط همین یه ماهه. پولی که دیروز برداشتم و حواله کردم. همه شو؟ درسته شما حسابتون با بقیه فرق میکنه ولی من مجبور نیستم براتون توضیح بدم. اما برای اینکه خیالتون رو راحت کنم، پولایی که برداشتم معلومه، معادل ارزشم معلومه. پول خونه رو که بگیرم بقیه‌شو میفرستم، اونا هم بارا رو تحویل میدن، یه تکون اساسی میخوریم. تو این یه ماه شما خرید تپول گذشته، پس گاف دو قلو نمیزد. مشکل من همین یه ماهه. اتفاقا روی همین پلی که میگی خر من دو قلو میزد. مشکل شرکت مشکل منه، خودم حلش میکنم. اتفاقا من فکر میکنم این یه ماه برگ برنده یه برای تو که تو این یه ماه به کارهای عروسیت برسی. کدوم برگ برنده خانم مفاخری؟ اگه من برگ برنده هم داشتم که یکی اونو پیچونده برده پیچیده دور دلمه برگمو. مطمئنم اون یه نفر من نیستم، چون دلمه اصلا دوست ندارم. چایی افسونه. من خدامه که تو پیش من بایست. فقط من میگم تو بیا برو سر کلاست، منم برم دنبال کارم که دیر نشه. تو میخوای بری برو، من برم هم سر کلاس که هیچی نمیفهمم، هیچ فایده ای نداره تو این شرایط. بابا تو بری سر کلاست حداقلش اینه که غیبت نمیخوری، بعدا یه جزه یکی میگیری میخونی میفهمی. میفهمی؟ آره بابا من یه دور بخونم حله، کاملا میفهمم. اصلا نمیخوام تملق کنم. تملق؟ چون اون موقع پنج بار من میخوندم، تازه بعد از پنج بار خوندم میفهمیدم که نمیفهمم. پس تو پس برو سر کلاست، منم برم دنبال کارم که دیرم نشه. پسر خانم من میترسم برم سر کلاس، بابا بلند شه بیاد اینجا داد بیداد رو بندازه. آخه مگه بابا علافه پشه بیاد اینجا؟ من مطمئنم مارودی، اون که ولکن نیست، نمیشناسیش؟ چرا شلوغش میکنی؟ اصلا همچین چیزی که تو میگی نیست. اون اگرم دیده باشه فقط منو دیده، چون ترگ موتور نشسته بودم. تو که تو ماشین نشسته بودی. بابات مادون قرمز به چشش نبسته که بتونه تو ماشین رو ببینه. اگه منو ندیده بود واسه چی افتاد دنبال تو؟ خب اگه ما رو دیده بود که الان میومد دانشگاه رو موسلمو خراب میکرد. اگه ندیدی پلیس گرفتش. مگه نشده پلیس داد میزد بانه تا آبی بزن کنار، بانه تا آبی بزن کنار. بانه؟ بله. آبی؟ آره. مگه بابایی تو فقط بانه تا آبی داره؟ بعدش هم اگه پلیس گرفته باشه یه دقیقه جرمش میکنه میگه برو به سلامت. آره ها اینکه دو دقیقه میشه، پس چرا نیومد اینجا؟ خب همین دیگه، اگه دیده بود که میومد من تو اینجا شخ میزد. پس تو بیا برو سر کلاس. سلام. سلام. خب چند واحد دردش اینقدر کتابات زیاده؟ سلام. سلام. خب ما داریم صحبت بگوییم، شما باید یه دیگه بچیم. من همشه کتابات اونجا میچینم. همشه کتابات اونجا پسر خانه، دوباره نده یه چیزی جل کنی، سنسازی کنی، داستان بشه. این دفعه اگر بابا بفهمه هیچ کاریش نمیشه کرد. بابا تو یه حرف بزنی که انگار واقعا من جاهلم. بابا میدونی که من رانندگی بلدم، خوبش هم بلدم. فقط از بچه که یکی کنارم وای میسه پول میشدم. موقع امتحانی رانندگی هم وقتی افسر میشینه کنارم کلاس ترمز رو هم قاطی میکنم. خب این تو دلیل نمیشه تو بری گواهینامه جعل کنی. خب خر شدم، میخواستم پوزو بابات رو بزنم. چی کار کنی؟ نه ببخشید نظرت میخوام، یعنی میخواستم خجالتش در بیام. پسر خاله چرا شلوغش میکنی؟ من میگم به خاطر من این شیرین کاریو در نیار. چشم،
میشه حالا شما بری سری کلاست منم برم دنبال کارم که دیرم نشه. حالا جای خاصی میخوای بری؟ بابا من نمیدونم چرا احمدتون گیر دادین که جای خاصی برم. وقتی یه نفر مدرکش فوق دیپلمه، باباشم به رحمت خدا رفته، مادرشم تو چگونگی گرفتن قلبیک اتومبیل آموزش میده، کف پاشم صافه، تازم از حبس اومده، چقدر دلم برای خودم میسوزه. آخه جای خاصی مگه آدم راه میدن؟ خب الان میخوای چی کار کنی؟ وقتی یکی رو دوست داری و برای رسیدن به اون باید کار ثابت پیدا کنی و بابای دخترم برای اینکه داماد قصه در نره گفته باید همه جهاز رو جور کنی، دیگه چاره نمونه، باید کار پیدا کنی. خب حالا میتونی کار پیدا کنی؟ بفرمایید، یه خودو برین جلوتر پارک کنید. بابا اینا همیشه اینجا پارک می‌کنن. خب حالا یه دقیقه جا بذارید. من همین جا وسط. بابا اونجوری که شما اینجا رو پوشش دادین تیم اتلتیکو کریستیانو رونالدو زمین رو پوشش نمیده. بخونید حالا جواب منو بده. مطمئنی دیر میاد؟ ببین بابا تو اگه دو تا کلیه همسون تو گروه خونی اوه منفی هم می‌خواست راحت‌تر پیدا بشه تو کار ثابت. همه جا ماجرایی زدن که ما به یک جوان ساده نیاز داریم. به یک کارگر ساده نیاز داریم. تو که در جریان هستی. من آدم زبر و زرنگم، یعنی به هیچ عنوان گزینه مورد نظرشون نمیشم، ولی نگران نباش، بالاخره گزینه مورد نظر یه جا میشم. بابا هم میدونه که تو نمیتونی تو دو هفته یه کار ثابت پیدا کنی، ولی میدونی مامان چی میگه؟ مامان میگه مهم اینه که تو خودتو نشون بدی. وقتی بابا ببینه که تو جنم و جربوزه داری دنبال کاری، اونم تنگ میشه. خب بالاخره مامان رنگ خواب بابا رو که بهتر از ما میدونه. برای جهازم ببین، اگه میبینی بابا سفت و سخت گرفته، برای اینکه حساب کار دستت بیاد، وگرنه کلی از جهاز من آماده است گوشه انباریه. تو فقط یه کار پیدا کن. مهم اینه که من یه کار پیدا کنم. شاید کار ثابت پیدا نکنم، ولی ثابت میکنم که برای تو هر کاری میکنم. مهم اینه که پولش حلال باشه. حالا خیالت راحت شد که بابات نمیاد؟ پس خوشو برو سر کلاسه که منم برم سر کار که دیرم باشه. باش. خدا بابا تید نمیاد دیگه، برو سر کلاس منم برم دنبال کار. مش با بهار نارنج بیارم؟ حرف نمیزنی یا نمیخواد؟ خانم استخون دوستم خوبه. تو چرا اومدی اینجا چای میدی؟ برو بیرون عطاری بزن، برو. چت. چک خونه رو بنویس برای دو ما بعد. تا اون موقع یه کاریش میکنیم. اوضاع شرکت که همیشه قرار نیست اینجوری بمونه. نمیشه. این صابخونه خونه رو زیر قیمت داد چون پول لازم بود. من همون موقع باش کلی چکشونه زدم تا دو ما دیگه 500 میلیون تومان بهش بدم. الان موعدشه. حالا بگم دو ما دیگه خود شما باشی شکی نمیشی. چک دستش نداره. اونم سند نزده. قرار شد هر موقع پولم آماده شد اونم سند بزنه. حالا با این وضعیت چجوری بلنشم برم بانک بقیه پول خونه رو وام بگیرم؟ تازه اونم میتونه بگه بیا این پول اولیه خونت برو رد کارت، منم دستم میمونه تو پوست گردو. الان با وضعیتی که پیش اومده شما میگی من چیکار کنم؟ برم همه جا جوار بزنم شرکت برچکسته شده؟ البته اگه تو بخوای من مشکلی ندارم، اما بعدم نمیاد با شرایط بابا قال قضیه رو بکنم زودتر برم اون بر. ولی اگه اعلام کنیم دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. تا هم بخوای به پول برسی چه عمو گذشته و شکایت کشی را میفته. کاری که من میگم بهتره، هم کمتر طول میکشه هم به نفع خودته. تو هم تا اون موقع کارتی کردی رفتی سر خونه. ببخشید کدوم خونه؟ با کدوم پول عروسی بگیرم؟ یه چک بنویس برای یه ماه دیگه. دیره بنویس دو هفته دیگه. سعی میکنم تا اون موقع جورش کنم. میشه امروز خودتون نقد بدین؟ بعد برای کار خودتون چک بکشید؟ تو ببین اصلا پولی تو حساب داریم؟ بیا دیگه این دسته چک منه. اینقدر این مدت برای شرکت چک کشیدم تموم شده. تا یه بخششم پاس نشه که دیگه به من دسته چک نمیدن. اینم کارتای من. برو بزن تو دستگاه، هر چند تومن توش بود مال تو.
اصلا غیر از اینا و غیر از تو من چی؟ اولین پولی که دستم برسه بهت میدم. چی حل میشه؟ ببین دنیا خانم، من تو این زندگی کلی سختی کشتم تا به اونی که میخوام برسم. خواهشم به من نگیم پول ندارید. تو فکر میکنی من اگه پول داشتم خونمو میفروختم بدم پای نزول بره؟ اصلا از پول هم خونه بهم بدید. ببین من اصلا اون پولو میبینم، هرچی بگیرم که باید حواله کنم اون و پولای شرکت نخوابه. شما داری میگین حواله؟ این حواله تا بخواد بره اونجا کاراش انجام بشه، بخوام بار ما رو آزاد کنن، بار بیاد تو ایران ترخیص بشه، بعد فروش بره، پول نقد برسه دست شما، یک ماه و نیم طول میکشه. بعد شما چجوری به من میگی دو هفته ای چک بکش که شما بخواد پولش رو تامین کنی؟ الو دارم میام. چشم تو حرفای من باور نداری نه؟ وقتی میرسی تای خط دیگه حرف هیچکی رو باور نداری. الو چی شد همین؟ عزیزم میدونم خیلی طول کشید ولی الان دارم میام. گفتی میری حساب کتابای شرکت رو بدی، حالا خوبه بیلان مالی سازمان ملل نیست. چشم، اومدم. بودو من منتظرتم. بودو سلام علیکم. آقای خواستانی، خواستان من چی شد؟ ببین خانم مفاخری که امروز اومد تو شرکت چیزی همراهش بود یا نبود؟ سه تا کیف تقریبا عین هم قهوه‌ای. حالا شما بگو. یه خواسته تو که چیزی نیست، من خودم انجامش میدم. یه جای دقیقه. بله من. ببین تو کاش فقط یه کاری میخوام برای من انجام بدی، فقط بین خودمون بمونه. خانم مفاخری که داشت میاد بره بیرون، اگه همون سه تا کیف یا یه حجمی یه وسیله نامعلوم که تو نمیدونی چیه همراهش بود داشت میبرد بیرون، سری زنگ میزنی به من اطلاعش. شما نامه که داری؟ من کار دارم. آقا ممنون دارتم. من وارد این بپوبازی ها نکن، من خودم اینجا کلی کار دارم. اورانیوم که غنی نمیکنی، از همینجا که وایسل داره همیشه میپای اونم بپا دیگه. ببین هم به نفع خودت هم به نفع شرکت ها. میشه یه خودت واضح‌تر توضیح بدی؟ کارکاش من مگه تو پول لازم نیستی؟ آقا من که همین چند وقت پیش خودتون عرض کردم برای پول پیش. خب خیلی خوب، این کاری که من میگم هم خوب گوش کن هم خوب انجام بده هم حواستو جمع کن هم بگی اینجا چرت نزنی. من چرت زدم؟ چرت زدی؟ نزدم. آقا من زدم، تو نزن، حواستو جمع کن. سلام. کجایی تو؟ عزیزم ببخشید، بهت گفتم تو برو من میام. خب شو من نرفتم، اگه رفته بودم دیگه که تو حالا ها اون بالا نشسته بودی. نه میگم میریم دیگه، تا حالا شده زیر حرفم بزنم؟ همین دیروز دیگه. اون که بحثش فرق میکنه نگار، من حالم خوب نبود. حالا اون یه بار خرید کچلوار، اون حالا اونم یه بار دیگه سفارش کارت عروسی. نگار دیر میشه، بشین بریم دنبال کارون. آره بشین بریم، دیر میشه. بابا کجا داری میری؟ بیا سوار شو بریم دیگه. خب دو ماشینه میریم دیگه، چه کاریه؟ بعد اونجوری تو باید بیا منو برسون. خب دو ماشینه واسه چه؟ این همه میگن آلودگی هوا، ماشین تک سرنشین. بیا سوار شو با هم بریم. بیا بریم، من میرسونمت دیگه برگشتنی. فقط ببین سر راه من یه سر برم کار، چون زنگ زدن گفتن یه کاری پیش اومده. باشه بریم، هر جا خواستی بریم.
همین مهنوش از همکارم یه ژورنال عروس آورده بود، وای با هم مدلاشو میدیدی، یکی از یکی قشنگتر، قیمتش هم خوب بود، به نظرم اصلا گرون نبود دیگه. من گفتم آدرس مزونه رو واسم بفرسته، پسرمون خلوت شد یه سر بهشون بزنی. مار حمید ما چی؟ بریم میریم دیگه. چی میگی تو؟ تالا رو نمیگم که لباس عروس رو میگم. لباس عروس مگه سفارش ندادی؟ خب آره میریم اینجا رو میبینیم، شاید تاج و تور و اینا رو ازش گرفتیم. آره نگار ولی الان بریم تالا اونو بندازیم واسه یه روز دیگه. باشه تو حالت خوبه؟ آره خوبه. آره خوب تو هستی خوبه. من کارگر ساده نیازمند. نیرومون رو گرفتم. این چیه پر؟ بزم نیرومون رو گرفتم. این هم از جا به جا کنم. من یادی نیست مرسی. اصلا رو نداره؟ نه آقا ممنون.
ظرفیت 400 الی 500 نفر برای شما داره و به تعداد مهمان‌های شما هست، مشکلی نداره. یک مدل از سفره اقدامونه که از نوع کریستالی و باکس‌های آینه‌ای هست که جدیدترین نوع کاره. حجم گل و نوع گل و دیزاینی که می‌بینیم به عهده خودتونه. باز روی میز ما می‌تونیم به این صورت گل‌های ارکیده براتون کار کنیم یا موارد اینچنینی روی میز می‌تونیم به این صورت براتون گل کار کنیم. حالا باز رنگ‌بندی‌هایی به انتخاب خودتون می‌تونیم داشته باشیم و حتی نوع گل که میتونین اینجا استفاده کنید. ببخشید گل کاکتوس هم دارین؟ اونم برای کجا استفاده کنیم؟ اونم میخوام برای میز پسرخاله‌م پاده. بله بله. ببین ببین پر کردن رو. اکسسوری ها و لوازم های مختلفی هست که با شمارایی و گلارایی میتونین برای ورودی و اینا براتون استفاده کنین. میز شام وی آی پی عروس دومات. ما جای در واقع شام هستش این. که چادر سیرکی استفاده کردیم. حیوان و اینا داره تو؟ نه دیگه این برای جای شام. چادر میدی؟ بله با نورپردازی بسیار زیبا و ریشه های نوری که کار شده خدمت شما عرض کنم. خب بالاخره این آخر فیلم چی میشه؟ کی کیو میکشه؟ ممنونم شما عزیزم. خواهش میکنم وظیفه. خواهش میکنم بفرمایید محوطه رو باز کنید. دست شما درد نکنه. ممنون از توضیح. خواهش میکنم. بفرمایید. همین چقدر سرویس دهیشون خوب بود نه؟ آره زحمت میشید تشریف بیارید از این طرف در خدمتتون باشیم. بله بله همین جلوتر. خواهش می‌کنم. بله بفرمایید. این محیط مصفایی که می‌بینین آماده شده که عروس و داماد هر عکسی که منظور نظرشونه بگیرن. آخر مراسم هم ما یه سری عکس‌ها رو چاپ می‌کنیم میدیم دست مهمونا که یه خاطره قشنگ از این شب به یاد ماندنی داشته باشن. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. بفرمایید. در سمت راست. اینجا معمولاً عروس و داماد حلقه رو میدن. اینجا هم سفره عقد پخش میشه. بعدش هم آتش بازی، رقص نور و موسیقی. و اون چیزی که مورد نظرتون هست. نظرتون چیه؟ میگم همینجا سیگ گاز میگیرن. انگشتمو. یعنی عقد اینجا برگزار میشه دیگه. بله خوبه نه؟ خب بفرمایید. در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. کلوش شلوغه. از این طرف لطفاً. بله بله. تو این محوطه اطراف استخر تو 4 تا نقطه براتون میوه می‌ذاریم. از میوه‌های قطبی تا استوایی. هر اون چه میوه‌ای که شما بخواید. آقا اجازه بدید من لیست میوه‌ای که می‌خوایم آوردم بهتون بدم. ببینید ما سیب می‌خوایم، پرتقال، خیار، کیوی، آناناس، موز با نارنگی دیگه. چه خبره؟ میخوای انبا آووکادو آووکادو کنیم که ویتامین بدن مهمون رو تکمیل کنه. بابا کلی پولش میشه. آخیش حمید آلاچیقو ببین. این دو طرف صندلی چیده میشه. اینجا هم ردیف میز میشینیم. غذاها رو به صورت سلف سرویس میچینیم روش. هر نوع غذایی که منظور نظر شماست. منظورتون 6 نوع غذا دیگه بله؟ بله بله ببینید ما غذاهامون چنجه، جوجه، کوبیده، باقالی پلو با گردن، ژیگو، فسنجون. فقط من چون دایی بابام هم داره از خارج میاد، بزرگ فامیلم هست، خیلی هم شیرین پلو دوست داره. بابام گفتش که یکم هم شیرین پلو باشه بغل این غذاها دیگه. آها با چیز، با سبزیجات بخارپز پخته. واسه یه موقع یک مریض رژیمه، یه مشکلی داره دیگه. هر جور منظور نظر شماست، ولی این شد 8 نو. نه نه آقا همون 6 نو دیگه. ببین یه بشقاب شیرین پلو که برای داییشون اون به کنار. خب یه مقدار شما سبزیجات بریزین تو بخارپز بزنین گوشه سالن این یکم بخار کنه، مهمونا هم یکم بخوریشن، کافیه برای ما. نه عزیز من، چه یه نلبکی چه یه دیگ، یا هست یا نیست. ببخشید یه لحظه. یعنی شیرین پلو خیلی واجبه. با دایی بابام داره میاد، عاشق شیرین پلوه. خب آقا ببین اون شیرین پلو که باشه سر جای خودش درسته. من الان داشتم تو منوتون نگاه میکردم، گرونترین غذا اون باقالی پلو با گوشت گردن. البته پولش مسئله نیست، ولی خب اونو حذف کنید، جاش سبزیجات مفصل بذارید تو بخارپز بدیم به مهمونا. چون خانم هم راست میگه، سر مریض هستن، سر رژیم دارن، سر اوره دارن، سر قند دارن، وبا دارن. حمید نمیشه که بابا باقالی پلو با گردن اصلا جزو واجبات نمیشه نباشه تو عروسی که. آقا من با خانم موافقم، ولی هر جور منظور نظر شماست. تجربه ثابت کرده که تو عروسی هیچکی هیچیش نیست. فقط اونایی که مریضن 3 بار، اونم ریزه ریزه و نرمه نرمه میخورن. اونایی هم که سلامتن 1 بار تپه تپه. حالا بازم هر جور منظور نظر شماست، من در خدمت شما هستم. بفرمایید. خواهش می‌کنم از این طرف. بفرمایید.
آخه بابا یه شبه دیگه، یه شبه نگار. آخه خدا تو رو خدا. آقا باشه اما هشت مدل. آقا کجایی؟ اینجا هم نوشیدنی های سرد و گرم سرو میشه و علاوه آب میوه های طبیعی برای دوستانی که احیانا فشار خون بالا دارن یا رژیم دارن. درست، ولی شما گفتی تجربه ثابت کرده در این مورد فرقی نمیکنه. دقیقا همون تجربه ثابت کرده که در مورد آب میوه قضیه کاملا فرق میکنه. در این مورد موافقم. شما خودم یه پسرخاله دارم، این وقتی میخواد غذا بخوره یه دیس برنج میذاره جلوش، سه تا قالب کره اکسترنال میزنه توش، بعدش که خورد تموم شد میگه که نوشیدنی بدون قند دارین. خب این مسخره است دیگه، نه به این نه به اون. عرض نکردم. ببینید فقط من میخوام که برای نوشیدنی برای نوشیدنی به غیر از نوشیدنیایی که خودتون در نظر دارین حتما موهیتو و لیموناد هم باشه دیگه. هر جا شما دستور بدید. و برای دسر، برای دسرم من میخوام که حتما چند نو ژله، چند نو بستنی با کرم کارامل باشه دیگه. باشه، هر جا مورد نظر شماست. ولی توضیحاً عرض کنم که بعد از غذا میوه های بغل استخر باز شارژ میشه، به علاوه هندونه و خربوزه. عالی. فقط میگم که یه مواظب باش بیا آقا. که شما میفهمید مهمونای ما مریض نشن، نتونن فرداش برای پاتختی بیان، بعد ما شرمنده شماشی. اتفاقا برعکس، شرمنده شما میشن، چون ما همین امروز طبق لیستی که منظور نظر شماست یه چک میگیریم برای یک هفته قبل از مراسم، چون در هر صورت ما اینجا داریم هزینه میکنیم. بابا یه شب دیگه همین. نه نه با اون کاری دارم ببینم ببین چه خوشگله دروازه اینجا. بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقا بس دیگه، کجا رو می‌خواید نشونمون بدی؟ نه می‌خوام صورت حساب رو تقدیمتون کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید، در خدمتتون هستم. آروم بیا. ببخشید من جلو میرم. خواهش می‌کنم. ما 1% رو احتمال بدیم خب که اگه بخواد، حالا خدای نکرده الان میگم خدمت، 1% این احتمال رو بدیم که حالا فرزانه ببخشید یه دست تشریف بیارید. یه کار مهم، اگه مرحمت کنید ممنون میشم. خواهش میکنم. یه درصد چی؟ نه میخوام بگم این تاریخ چکو میشه مثلا این منو بر کرد. یه درصد مثلا. معلومه که نمیشه. خب اینا قوانین کار خودشون رو دارن دیگه. دوستان ببخشید، من خدمت برسم. خواهش میکنم. اما خیلی جای خوبی اینجا. آره. خیلی خوشگله همه چی. میدونی عکسامون چقدر خوشگل میشه؟ احوالت چطوره؟ چرا مشکی پوشیدی؟ پدر خانم هم عمرش داده به شما. خدا رحمتش کنه به حال عمر شما باشه. خب حالا مراسم رو میخوای چیکار کنی؟ به خاطر همین مزاحم شدم اومدم فسخش کنم قرار دارم. فسخش کنی؟ مگه الکیه؟ آقا... این همه ما هزینه کردیم. آقا تو این شرایط من چه جوری عروسی بگیرم؟ صدا تا بیار پایین، هر کاری راهی داره. شما پدرتو میذاری سردخونه؟ پدر خانومم. پدر خانومت میذاری سردخونه؟ به همه میگی رفته خارج. عروسی رو برگزار میکنی، پاتختی رو برگزار میکنی، کادوها رو میگیری میزنی تو سره. آقا شرایط خانم من خوب نیست، حالش خوب نیست، خونه رو سیاه پوش کردیم، مگه میشه یه همچین چیزی؟ اونم راه داره عزیزم، نگران نباش. مراسم عروسی رو تبدیل به عزا میکنیم، غذا که همونه، به جای نقل و شیرینی حلوا و خرما میدیم، به جای نورافشانی شمع روشن میکنیم، به جای تاجگل هم گلایل و سفید میذاریم، میگیم ریتم مجلس هم مقدار سنگین تر برگزار کنن. پدر خانم ها میخوان تو شهر آب و اجدادیش دفن کنن، مگه اینجا میخوان دفن کنن که این کارا رو بکنن؟ عزیزم اونم راه داره، من قضا رو بسته‌بندی میکنم میفرستم خیریه، میگم برای پدرت فاتحه. پدر خانومم برای پدر خانومت فاتحه بخونن، خدا رحمتش کنه. آقا من به این پول احتیاج دارم، سال دیگه چه جوری عروسی بگیرم؟ تو بیار پایین، هر کی ندونه فکر میکنه من پدرشو کشم. پدر زنم، خدا رحمتش کنه پدر زنت. فسخ بی فسخ، من کلی هزینه کردم. بچه ها بیاین ببرین. شایان تو هم بیزنم. آقا من پولشو لازم دارم. بچه ها بیاین ببرین. چیه؟ پولشو میخوام. میبینی زندگی ما رو آقا، میبینی کار ما رو، اینم شد کار ما. مثل این میمونه که شما ماشین تو بری کارواش بدی بشوره، بعد بگی آقا من پول ندارم بیا کثیفش کن. عروس خانم شما رو هم ناراحت کردیم، ببخشید. شما انگار یه چیزی میخواستی به من بگی. من چیز خاصی نمیخواستم، فقط میخواستم بپرسم مبلغ کلی چقدر میشه. تشریف بیار تو، در خدمت هستم. خواهش میکنم، بفرمید. خواهش میکنم، بفرمید. موسیقی
خونه خانه‌شون خوابیده. آشفته. بالا غیرتن تو یکی دیگه منو سوژه نکن. بابا این شطوری که تو داری میگی در خونه نخوابیده. اومده رو گردن من بیچاره خوابیده. موقع توقع داری لالایی هم براش بخونن. بابا بگو بلنشم برن از اینجا که این شطور در خونه خوابید من چشم تو چشش نیفته. حرفا میزنی بشطور. بابا خیلی مردم پشت سرمون میگن زده خواهرش از خونه مادرش بیرون کرده. بفرما بفرما شو خونه مادری. بابا کدوم خونه مادری؟ پولشو دادم. آرزو شما تو که گفتی بابا ناراحت نیست؟ الان نمیگه آره من سرد کمز بسه باید میبینم باشه بگو سندو به نام خودم بزنه یه گناه کرد در بخ آهنگری به شوشتا از من گردن مسگری بابا این مسگره مادر همون آهنگره است که اومد در زیر قول و قرارش بگو بلنشم برم من خودم میرم دوبلک سوبلک چوبلک برشون پیدا میکنم ای بابا سلام سلام بابا ببین من امروز باید تکلیف تو رو با این پسر روشن کنم برو تو خواهش میکنم شما بفرمایید میگم برو تو چرا اینجا نشستی بیا بریم تو بابا داغ کردم اومدم بیرون یه کلم هوا بخوره برو یه زنگ بزن به این بچه خواهره بگو بیاد اینجا کارش دارم ببین نمیخواد به این بچه کف پاساخ زنگ نمیزنی یا به خواهرت زنگ بزن بگو به پسرش بگی زنگ بزن به من من بهش چی بگم بابا تو نمیخواد چیزی بگی من خودم بهش میگم برو بگو برو زنگ بزن تو چرا وایستد اینجا؟ برو تو اتاقت بینم